به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین سنف هشتم و مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک در خدمت شما هستم شاگردای عزیز اگر سوالی پیشنهادی انتقادی دارین به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید خب شاگردای عزیز در جلسه قبل که جلسه دوم بود چی مطالب را یاد گرفتیم اول حرارت تعریف کردیم حرارت تعریفش چی بود شاگردای عزیز آفرین حرارت مقدار انرژی بود که به دلیل اختلاف درجه حرارتی که بین دو جسم بود مبادله میشد وایدش چی بود آفرین بر شما وایدش جول بود چرا جول بود چون که حرارت نوعی انرژی بود و ما انرژی را با واحد ژول اندازه گیری میکردیم یک واحد دیگه هم گفتیم واحدش چی بود؟ کالوری بود دیگه و هر کالوری برابر با 4.2 جول بود یک نکته رو میخوام به شما بگم از واحد کالوری بیشتر در صنعت مواد غذایی استفاده میشه شما اگه مواد غذایی رو نگاه کنید روی بسته بندی از اینا واحد کالوری رو استفاده کرده مثلا گفته هر 100 گرام اینقدر کالوری انرژی داره اما این به این معنا نیه که کالوری فقط در مواد غذایی استفاده میشه کالوری یک واحد انرژیه و میتونه همه جا کاربرد داشته باشه در جلسه قبل ما مثال حل کردیم مثلا گفتیم هر تون زغال سنگ ایقدر میتونه کالوری انرژی داشته باشه پس اشتباه نکنید خیلی ها فکر میکنن که کالوری فقط برای مواد غذایی نه کالوری یک واحد انرژی مثل جوله دیگه میتونیم همه جا از استفاده داشته باشیم خب در ادامه منابع انرژی رو گفتیم منابع انرژی چند دسته بود؟ دو دسته آفرین تجدید پذیر؟ تجدید ناپذیر حالا که شما یاد گرفتید انرژی آفتاب جزی کدام یک بود؟ تجدید پذیر آفرین و نفت جز کدام بود؟ تجدید ناپذیر دیگه است خب بعد در ادامه آمدیم انبساط و انقباض رو تعریف کردیم گفتیم انبساط یعنی چی؟ وقتی درجه حرارت یک جسم زیاد میکنیم حجم جسم افزایش پیدا میکنه و جسم ما منبسط میشه انبساط پیدا میکنه انقباس چی بود عکس حالت قبلی بود دیگه درجه حرارت جسم ما کم میکنیم حجمش کاهش پیدا میکنه و جسم ما منقبض میشه اما در این جلسه یعنی جلسه سوم قصد داریم که چی مطالبی بررسی کنیم اول در رابطه با انبساط و انقباز طولی صحبت میکنیم انبساط و انقباز حجمی رو میگیم در ادامه فازهای مواد رو میگیم و تغییر فاز رو میگیم زوبان و انجماد هم مورد بررسی قرار میدیم پس با ما در این جلسه همراه باشید انبساط و انقباز حجمی چیه؟ شاگرده عزیز اگر ما یک جسم داشته باشیم که طول عرض و زخامت این جسم ما از های اندازه نزدیک به یک دیگر باشن. مثل مکعب دیگه وقتی شما حرارت میدین درجه حرارت زیاد میکنین چه اتفاق میفته؟ انبساط روی قطر جسم اتفاق میفته باید میگیم انبساط حجمی یا وقتی که درجه حرارت کم میکنید انقباض روی چی قرار میده؟ روی قطر جسم اتفاق میفته میگیم چی؟ انقباض حجمی اتفاق افتاده پس جسم شما در این حالت چیه؟ از حیث اندازه طول عرض و زخامتش یکسانه دیگه تقریبا اندازهش شبیه به همدیگه هست اما انبساط و انقباض طولی چیه؟ گاهی اوقات ما یک جسم داریم که طولش نسبت به زخامتش یا عرضش بیشتره مثلا یک میله آهنیر شما در نظر بگیرید وقتی که این میله آهنیر ما حرارت میدیم انبساط فقط در طول از اتفاق میفته یعنی طول از فقط زیاد میشه یا وقتی که این سرد میکنیم درجه حرارتش کاهش میدیم انقباض فقط در طول از اتفاق میفته در این حالا میگیم انبساط و انقباض طولی اتفاق افتاده پس فرق دوتار شما فهمیدین انبساط و انقباض حجمی کجا اتفاق میفته روی چه جسمی و انبساط و انقباض طولی روی چه اجسامی اتفاق میفته اما شما در سنف قبل شاگردای عزیز حالت های مواد یاد گرفتید حالت های مواد چی بود؟ جامد، مایع و گاز بود حالا یک مروری روی حالت های مواد داشته باشیم یک یادآوری برای شما عزیزان باشه خب در حالت جامد شاگردای عزیز شما میدانید که مالیکول های جسم جامد نزدیک به همدیگه قرار دارن در واقع به همدیگه چسبیدن حرکت ندارن حرکتی که دارن فقط حرکت احتزازیه یعنی سر جای خودشان یک لرزش دارن انتقال پیدا نمیکنن و فاصله بین مولکول ها خیلی کم هست بنابراین میگیم که جامدات شکل و حجم معین دارن دیگه اما در حالت مایع وقتی میریم بررسی میکنیم مالیکول ها آزادترن مالیکول ها حرکت میکنن حرکت انتقالی دارن فاصله بین مالیکول ها بیشتر از حالت جامده بنابراین شما هر مایع داخل هر ظرفی که قرار بدین شکل همه ظرف به خود میگیره دیگه در حالت گاز فاصله بین مالیکول ها از حالت مایع هم بیشتره بنابراین گازها شکل و حجم معینی ندارن دیگه این حالت های مواد بود که شما در سنفای قبل بازی آشنا شدید اما شاگردای عزیز میخوایم یک مبحثی را یاد بگیریم به نام تغییر فاز تغییر فاز چیه وقتی که حالت یک ماده عوض میشه حالا از جامد به مایه تبدیل میشه از مایه به گاز تبدیل میشه که این کار با دادن حرارت یا با گرفتن حرارت اتفاق میفته پس وقتی که حالتش عوض میشه میگیم تغییر فاز اتفاق افتاده جامد میشه مایع تغییر فاز اتفاق افتاده مایع میشه گاز تغییر فاز اینجا انجام گرفته پس تعریف تغییر فاز حالت ماده عوض میشه از جامد مایع مایع گاز گاز مایع سیستم این حالت ها میگیم تغییر فاز دیگه اما گفتیم که تغییر فاز یا با دادن حرارت اتفاق میفته یا با گرفتن حرارت بنابراین ما یک بندی اینجا انجام میدیم میگیم که تغییر فاز یا حرارت گیرنده یا حرارت دنده است دیگه است. خب تغییر فاز هایی که حرارت گیرنده هستن شامل زوبان است. شامل تبخیر شامل تسعید هستند. و تغییر فاز هایی که حرارت دهنده هستند شامل انجماد، میعان و تبرید هسته که در ادامه با تک تک اینها شاگرد عزیز ما آشنا میشیم پس یادتان باشه تغییر فاز یا با دادن حرارت یا با گرفتن حرارت از جسم اتفاق میفته یکی از تغییر فازها را با هم بررسی میکنیم زوبان خب زوبان چیه؟ اگر جسم جامد با گرفتن حرارت به مایع تبدیل شود از حالت جامد رفتیم به حالت مایع چه قسمی با دادن حرارت یعنی جسم جامد حرارتش زیاد کردیم در این حالت میگیم تغییر فازی که اتفاق افتاده چیه زوبان است دیگه یعنی در واقع جسم جامد ما زوب شده خب شاید عزیز این چه قسمی اتفاق میفته این برمیگرده به همان ساختار جسمی که ما در اوایل جلسه با هم بررسی کردیم مثلا گفتیم که جسم جامد ما فاصله باین با مولکول هاش کم میباشه صحیح و حرکت ندارن یک حرکت اهتزازی دارن وقتی شما حرارت میدین به جسم جامد درجه حرارتش بالا میره چی اتفاق میفته فاصله بین مالیکول ها بیشتر میشه دامنه احتزاز مالیکول ها زیاد میشه و مالیکول ها میتونن از جایش خودشان حرکت کنن و به مایع تبدیل شوند پس زبان چیه تبدیل جامد به مایه هستن اما یادتان باشه که هر جسم جامد در یک درجه حرارت معینی شروع به زوب شدن میکنه که به این درجه حرارت میگیم چی؟ نقطه زوبان پس نقطه زوبان شاگرد عزیز برای هر جسم متفاوته دیگه سیسته؟ مثلا آهن در 1535 درجه سانتیگراد نقطه زوبش هستن مثل 1083 تلا 1064 شما میبینید که برای هر ماده که ما بررسی میکنیم نقطه زوبان فرق میکنن حالا نقره و آلومینیم شما برای ما پیدا کنید که نقطه زوبانش چند درجه سانتیگراد است و به شماره 2964 780 255 چل برای ما روان کنید تا ما بفهمیم که نقره و آلومینیم نقطه زوبانش چقدر میتونه باشه نقطه بعدی که میخوایم با هم بررسی کنیم اینه که در تمام مدتی که ذوب اتفاق میفته درجه حرارت جسم ما ثابت میمانه و او حرارتی که ما میدیم صرف ذوب شدن جسم میشه مثلا شما آهن در نظر بگیرید نقطه ذوبانش چقدر بود 1535 درجه سانتیگراد وقتی که شما به این درجه حرارت میرسین بعد از او هر چه حرارت میدین حرارت شما چی میشه صرف ذوب شدن جسم جامد میشه پس در تمام مدتی که عمل زوب اتفاق میفته درجه حرارت جسم ما ثابت باقی میمانه دیگه خب یک سوال به عنوان کار خانگی برای شما شاگردای عزیز در نظر گرفتیم سوال بسیار قشنگ و کاربردی هسته خب سوالی دانستن نقطه زبان مواد مختلف چی کاربردهایی برای ما و شما میتونه داشته باشه گفتیم که آهن 1535 نقره المینیام هر کدام نقطه زبان متفاوتی دارن حالا صرفا دانستن از هست یا نه این یک کاربردهایی برای ما و شما میتونه داشته باشه در رابطه با این سوال فکر کنید تحقیق کنید و جواب سوال تانه و شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید تا ما هم بفهمیم که نقطه زبان چه کاربردهایی هایی میتونه داشته باشه میریم سراغ تغییر فاز بعدی انجماده خب اگر ما یک مایه داشته باشیم که این مایه ای ما با از دست دادن حرارت به جامد تبدیل شود در این میگیم انجماد اتفاق افتاده مثلا شما آب داخل یخچال قرار میدید و میبینید که بعد از یک مدت شروع به یخ زدن میکنه یعنی از مایع به جامد تبدیل میشه دیگه در این میگیم که انجماد اتفاق افتاده و شاگردای عزیز مثل نقطه زبان ما نقطه انجماد هم داریم هر مایع در یک درجه حرارت معینی شروع به جامد شدن میکنه که به این نقطه میگیم چی؟ نقطه انجماد دیگه دو تا نقطه رو با هم بررسی کنیم این نقطه خیلی مهمه میگه که نقطه زوبان و انجماد مواد یکی میباشه پس ما در نقطه زوبان و انجماد که میتونیم یک ماده را در دو حالت ببینیم مثال بزنیم آب در صفر درجه سلسیوس شروع به جامد شدن شروعی به یخ زدن میکنه و یخ هم در همان صفر درجه سلسیوس شروعی به چی میشه؟ شروع به مایع شدن میکنه پس نقطه زبان و انجماد مواد یکیه و تنها در همین نقطه دو نقطه هسته که ما میتونیم یک ماده را در دو حالت ببینیم خب شایدای عزیز درس امروز ما هم خلاص شد انبساط و انقباض طولی انبساط و انقباض حجمی را یاد گرفتیم در رابطه با فازهای مواد حالتهای مواد صحبت کردیم تغییر فاز یاد گرفتیم و زبان و انجماد هم با هم دیگه بررسی کردیم اگر سوالی در این رابطه دارین در رابطه با موضوع درس امروز به شماره 2964 780 255 برای ما روان کنید خب تا جلسه بعد همه شما عزیزانه و خداوند یکتام اسبارم خدا نگهدارتان